بعد منم دیگه اصلا تو کلم نمیره یه پسر بخواد بهم گیر بده. من خانواده‌ام هم هیچ وقت بهم تاله گیر ندادن. من نمیفهمم من چی رو میتونم درست کنم داداش؟ به عنوان یه پسر ایرانی، کسی که دارم آینده‌مو باش میبینم، میتونم نگرانش نباشم. دوستان سلام. به یه 60 ثانیه دیگه با من خیلی خوش اومدین. امروز می‌خوایم حواشی اکس دیت علیارضی با اکسش نفس رو بررسی کنیم. پس دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا آخرین پست با من همراه باشید. علیارضی که رابطه‌شو با زهرا به خاطر اینکه همچنان به اکسش فکر میکرد به هم زد، حالا با اکسش توی اکس دیت شرکت کرده. نفس رضایی که 22 سالشه میگه 2 سال و 9 ماه با علی تو رابطه بوده و 9 ماه هم هست که از هم جدا شدن. اون درباره علت جدایش هم میگه که علی زیادی شکاک بود. کی کات کرد؟ من. شما؟ من. باری کرد. سر چی کات کردی؟ سر که دادن زیادش با چه ریبی که بیدی که میار نمیدونم که صدایی چیه زنگ زن. بعد منم دیگه اصلا تو کلت هم نمیره یه پسر بخواد بهم گیر بده. من خانواده‌ام هم هیچ وقت بهم تاله گیر ندادن. آها، یعنی شکاک بودی؟ خیلی. نه؟ نه. اصلا بحث اعتماد نیستش. اینکه من نگرانشم از رو علاقه است، نه که بخوام اذیتش کنم یا اعتمادی بشن داشته باشم. آها، تو از رو علاقه خیلی زیاد هی زنگ می‌زدی؟ حالا به گفته خود خانم گیر می‌دادی که کجا میری، کی میری، کی میای، با کی میری؟ وقتی کسی رو دوست داری ناخودآگاه نگران میشی. عذیت میشه شما بابت این؟ خیلی تماس و ادامه دار یعنی. مگه میشه نگران نشد؟ خب آخه میگه بیش از حد بوده، شاید علاقه هم بشه. اشکان هم اقرار میکنه که نفس رو به زور آورده توی برنامه و اون نمیخواست بیاد چون جدیدن وارد رابطه شده بود. به زور هم اومده نشستی اینجا؟ این هم بگم به خاطر حرفای شما اومدن دیگه صحبت کردن. یه 2-3 هفته من داشتم صحبت میکردم که بیاد بشینه ویدیو رو بگیریم. حالا سر یه داستانی میگفت نمیام که حالا جلوتر لازم بودم صحبت کنم. بازم به هر حال مرسی که لطف کردید اومدید. وارد رابطه شدیم؟ 7-8 ماه اول نه، چون بالاخره یه رابطه طولانی اومده بودم بیرون، خواستم یکم فراموش کنم. ولی 1-2 ماه اخیر دیگه دارم وارد رابطه میشم. هم کاملا باز وارد رابطه نشد. نه، رابطه جدید میشی که بهم گفتید مثلا اینکه صحبتام کردید راجع به این ویدیو باهاشون که بله. سر یکی از دلایل این که دوست نداشتن بیان بود که وارد رابطه شدن میشدن که دیگه صحبت کردن، حالا هماهنگ کردن که بیان ویدیو رو ضبط بکنن. علی تو هم که پیشنهاد دوستی دادید، حالا هم داشتنت نمیدونم ولی دادن که دادی. بله، هم داشتم هم دادم. تو قسمت 3ش میفته بله. پیشنهاد ندادم، میخواستم بیشتر آشنا شم ببینم میتونم کنار بیام. منم تو 7 ماه ولی نتونستم. شما در جریان قضیه هست؟ دیدم دیگه. دیدید؟ و صحبتی را توی این قضیه مهم بوده واسه تو یا نه؟ نه دیگه، تموم شده. آها، یعنی تو همه این تایم هایی که حالا ویدیوها و استوری و عکس ها، چون گفتید پیج ما رو فالو داشتید، دیدید اینکه این دو نفر با هم بیرون رفتن اینا، حالا صرفا حتی جهت آشنایی هیچ اهمیتی نداشته، هیچ حس خاصی؟ نه دیگه، به من رفت نداشت. همچنین نفس میگه یکی از دلایلی که رابطه ما به هم خورد این بود که هیچ قصد جدی با من نداشت و دائما گیر میداد و من فکرشو میکردم که رابطمون به اینجا بکشه، در صورتی که علی میگه رابطه من باهاش جدی بود. شما فکرشو میکردی که کار به اینجا بکشه؟ آره. چرا؟ چون از اولش همش داشت گیر میداد. از یه ماه اول گیر دادن ها شروع شده بود، بعد گفت عوض میشن، درست میشن، ولی اصلا هیچ تغییری نکرد. چه تغییری؟ بدتر میشد، هر روز داشت بدتر میشد. من نمیفهمم من چی رو میتونم درست کنم داداش؟ به عنوان یه پسر ایرانی، کسی که دارم آینده‌مو باهاش میبینم، میتونم نگرانش نباشم؟ دقیقاً چه آینده‌ای؟ واسه رابطه تو تخت گذاشته بودی؟ یعنی هدف من گذاشته بودم؟ به من که چیزی نگفته بود، هیچی نگفت. ها، یعنی تو رابطه داشتی به ازدواج فکر می‌کردی ولی از نظر نفس پایان باز بودی، تو چیزی هم اعلام نکردی. فقط این که انتظار داره من خودم رو عوض کنم، نگرانش نباشم، مثلا بی‌خیال باشم، واسم عجیبه. من نمیتونم تحمل کنم تو حتی با رفیق خودم مثلا 12 شب بیرون باشی. مگه همه چیزش خواهد و همچی بیرون رفتنه؟ مگه اصلا کل رابطه مگه به ایناست؟ همین که هیچ وقت پا پیش نذاشت بیاد جلو بگی آقا من این دختر رو میخوام. حداقل یه حلقه میگرفتی میومدی جلو. حداقل
علکی من به خاطر یه انتظار جدی شدن رابطت داشتی. علی چرا رفتی؟ چرا نگفتی؟ یکاش میگفتی. حالا چرا الان واقعا اصلا نگفتی؟ شرایطش نبود خیلی که بگی یا شرایط واسه ازدواج؟ که پا پیش بذارم. ببین اینم که بخوای بگی یه نفر رو ببنده رو حرفت که خب اوکی این منو واسه ازدواج میخواد و انجام نشه خیلی بده ها، ولی تو که واقعا قصد ازدواج به این هم عشق و علاقه بوده که بعد از 9 ماه هنوز کش موهت نفس در نمیوردی، تو رابطه نرفتی، اومدی بری بیرون با یکی آشنا بشی، نه نمیتونی نفس فراموش کنی با این همه علاقه. خب تو که قصد جدی هم بوده خب میگفتی وقتی این رفتارها رو میدیدم گفتم اگه بهش بگم جا بزنش دیگه ارزش نداشتم که دو تا از دوستاشو به خاطر کسی که میگه دوستش دارم عاشقشم بذاره کنار. دارم میترسم شب بگم بعدش. نفس هم درباره زهرا هم از علی سوال میپرسه و میگه به جای اون چرا به خودم پیشنهاد ندادی؟ نفس تو سوالی که ذهنت خیلی درگیر کرده رو بخوای از علی بپرس. چه جوری تونستی با کش موی من که دستت بود با یکی بری دیت؟ که انقدر ادعا داشتی، انقدر ادعای دوست داشتن داشتی، چرا هیچ وقت نیومدی به خودم بگی؟ من که 10 بار بهت فرصت داده بودم، خب اینم میشد 11 همیش، چرا که انقدر ادعای دوست داشتن داشتی نیومدی به خودم پیشنهاد بدی، رفتی با یکی دیگه؟ شاید نیاز داشتم یه بارم تو بیارم. تو غرور دیگه، غرور، لجبازی، یعنی من از بیرون هر چیزی ببینم جز این دوتا. اشکان ازش میپرسه وقتی علی و با زهرا دیدی چه حسی داشتی؟ که نفس میگه حس کردم همه چی واسش تموم شده. اون لحظه اینجوری بودن که خب حتما همه چی واسش تموم شده. بعد که متوجه شدی به خاطر تو وارد اون رابطه نشده و حاضر شده این همه حرف بشنوه، این همه هیت بگیره، چرا مثلا تو که نمیتونستی اکسات فراموش کنی، این دایرکت رو من واسه خود من فرستادم، خب که علی آرزد که نمیتونست اکسش رو فراموش کنه، پس غلط کرده رفته توی مثلا یه رابطه دیگه با یه دختر دیگه رفته بیرون نمیستم. اون لحظه که اینو اومد توی اینستاگرامش اعلام کرد و این همه فوش و قضاوت و بجون خرید چه حسی داشت؟ دیگه واسه منم تموم شده بود، یعنی خب نمیدونم. خب بالاخره جلوی این همه مخاطب اعلام کنه که من به خاطر اینکه فکرم هنوز پیشه، حالا اون موقع گفته اکسش، حالا میگیم نفسه، نمیتونم وارد رابطه دیگه بشم و حاضر شده این همه حرفو به جون بخره. دوست دارم اون لحظه که اینو دیدی که اینستاگرامش اعلام کرد یا ماها نگیدی اینو، یه همچه اتفاقی افتاده. اوکی، یعنی بعد از یکی دوبار بیرون رفتن با یه شخص دیگه اومده عنوان کرده توی فضای مجازی که من نمیتونم وارد این رابطه بشم و حاضر شده کلی فوش و دایرکت و هیت و اینا رو بگیره ولی اعلام کنه که من چون دارم به تو فکر میکنم نمیتونم وارد رابطه دیگه بشم. الان که اینو فهمیدی چه حسی داری؟ هیچ حسی ندارم واقعا. یه تموم شده. هیچ حسی ندارم. تموم شده. یکم خوشحال میشم. علی تو که ندیدی حالا نفس تو ولی شنیدی الان و حالا وارد رابطه جدیدی میشه، حست چیه؟ خوشحالم. خوشحال. در آخر اشکان چند تا سوال از نفس و علی میپرسه و میگه با لایک و دیسلایک جواب بدید، که جواب های نفس به سوال های اشکان واقعا عجیب بود. چند تا سوالی پرسم، میگه با لایک و دیسلایک جواب بدید، بعد چشماتون رو ببندید و من یک تا سوال ازتون میپرسم، باز با لایک و دیسلایک و نگه دارید چشماتون رو باز کنید و تمام. اوکی، دلتون مطمئن تنگ میشه؟ همزمان بره، نفس، همزمان بره، نگاه نکن چی میره بعد بره. به نبوده هم عادت کردی؟ من هم دلت تنگ میشه، این هم بذار با چشم باز ببینید. هنوزم هم دیگر دوست داری؟ دیگه دوست هم نداری؟ تمام؟ دوست دارید به هم یه فرصت دوباره بدید و برگردید تو رابطه تا جلوتر نرفتید؟ که فکر کنم جوابتون نه. نظر شما درباره این حواشی چیه؟ برامون کامنت کنید.
در آخر مرسی که تا آخرین پست هم همراه من بودین. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایبتون از کانال ما حمایت کنید. همچنین زنگوله زیر این پست رو فعال کنید تا از پست‌های جدید ما هم باخبر بشید.